سلام، حالتون چطوره؟ کباب تابری های مرغتون خشک میشه؟ طعمش اونقدری که دوست دارین لذیذ نمیشه؟ امروز با من همراه باشین، یه رسیپی توپ براتون آماده کردم. من از یک عدد سینه مرغ درشت استفاده کردم، میتونید از مغز رون هم استفاده کنین. من توی میکسر ریختمش و چرخش کردم. اگر دوست داشتین میتونید از چرخ گوشت استفاده کنین. 50 گرم دنبه گوسفندی داریم، اون رو هم به حالت چرخ شده در میاریم و به مرغمون اضافه میکنیم. اضافه کردن دنبه به خاطر همونه که کاملا آبدار باشه کبابمون و خشک نشه. آرد سوخاری 2 قاشق غذاخوری، پیاز آب گرفته شده 1 عدد بزرگ، پاپریکا پودر سیر، نمک و زردچوبه به مقدار کافی، فلفل سیاه و زعفرون. اضافه میکنیم و کاملا مخلوطشون میکنیم. حدود 25 گرم کره هم بهش اضافه میکنیم و با هم ترکیبشون میکنیم. مواد رو توی تابمون پختش میکنیم، همه جای تابه رو بگیره و هیچ ترکی نداشته باشه. خوب اگر این کار رو انجام بدید ترک ها رو از بین ببرید، کبابتون اصلا باز نمیشه و شکلش رو از دست نمیده. در حین کار دست رو خیس کنید تا هم به دستتون نچسبه و هم بتونید ترک ها رو کاملا از بین ببرید و اینقدر صاف درستش کنید. به این صورت برشش میدیم. باید وسیلتون رو حین کار مدام خیس کنید. دوست عزیزم، ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنی، اگر دوست داشتی با دوستات به اشتراک بذاری و اگر عضو کانالم نشدی اون رو سابسکرایب کنی. روی حرارت میذاریمش و در ظرف رو میبندیم تا آب بندازه. بعد دوباره با وسیله‌ای که داشتیم دوباره اون شیارها رو ایجاد می‌کنیم تا کاملا کباب‌ها از همدیگه جدا بشن. یه طرفشون که سرخ شد برشون می‌گردونیم تا طرف دیگه‌شون هم بپزه. در این مرحله فقط ما اینها رو پختیم، هنوز سرخ نشدن و اصلا روغن یا کره بهش اضافه نکردم. در این مرحله کره و زعفرون رو بهش اضافه میکنیم و کاملا زعفرون رو رومال میکنیم. هر 4 طرف کوبیده ها رو سرخ میکنیم.
این غذا فوق‌العاده لذیذ و خوشمزه است و مطمئن باشید با این روشی که بهتون گفتم حتما آب داره و از خوردنش سیر نمیشین. میتونین برای مهمونیتون ازش استفاده بکنین. بسیار بسیار خوشمزه است. اگر از این ویدیو لذت بردین خواهش میکنم اون رو لایک کنین و اگر دوست داشتین به دوستاتون هم معرفی بکنین، کانال من رو سابسکرایب داشته باشین. اینجا پر از چیزهای آسون و خوشمزه است.